به نام آن والایی که زینت زبانها و یادگار جانها از نام اوست. سلام سرشار از عطر گل یأس در لفافه از محبت و عشق پیشکش حضور پرلطف شنونده های عزیز و علاقمندان همیشه صمیمی برنامه گنج شایگان. لیلما حبیب عظیمی همراه با رویا زمانی پرودیسر برنامه امشب میزبان شما هستیم و خدای بزرگ را شکر گذارم که باز هم توفیق رفیق شد و سعادت مساعدت نمود تا سخن صمیمانه با شنونده های ارجمند و فهیم و فرزانه داشته باشیم. برنامه را با یک دکلمه زیبا با آواز گیرا و صدای رسای گوینده موفق و مهمان برنامه امشب بانو فوزیه میترا آغاز میکنیم. آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت، آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت، نشه در سر می به ساغر کل به دامان بینمت. ای مسیحا نشه رنج دو عالم احتیاج، بر نگه ظلم است اگر محتاج درمان بینمت. دیده خمیازه سنجی چون قدح آوردم، دیده خمیازه سنجی چون قدح آوردم، تا برنگ موج صحبا مست جولان بینمت. عالمی از نقش پایت چشم روشن می کند، اندکی پیش آی تا من هم خرامان بینمت. حق ذات توست سعی دستگیری های خلق، تا ابد یارب عصای ناتوانان بینمت. عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست، عرض تعداد مراتب خجلت شوق رساست، آنچه دل ممنون دیدن ها شود آن بینمت. آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت، نشه در سر می به ساغر گل به دامان بینمت. گنچگی هایت نصیب دیده بی دل مباد، چشم آن دارم که تا ببینم گلستان بینمت. چشم آن دارم که تا ببینم گلستان بینمت. دکلمه زیبا و دلانگیزی را که شنیدید با آواز زیبای بانو میترا بود و شعر از حضرت ابوالمعالی بیدل، امام تفکر و قافله سالار سخن، که چه زیبا دکلمه کرده بودند. از آوان جوانی و زمانی که بکار در رسانه و یگانه رسانه ملی در افغانستان آغاز کردند، تلویزیون یک پدیده نو بود. فوزیه میترا نام آشنایی است که کار گویندگی را در دوران مکتب آغاز کرد. در برنامه های اطفال، جوانان، ورزش، زراعت، برنامه های فرهنگی و سیاسی گویندگی کرده است و نیز مجری برنامه پربیننده مسابقات ذهنی بوده است. اما بیشترین کار او در سرویس های خبری ساعات مختلف و ارائه گزارش های مهم همراه با مصاحبه ها بوده است. در سالهای اخیر به حیث استاد در لیسه ابوالقاسم فردوسی ایفای وظیفه می کرد و ساعات کمتر را در تلویزیون و رادیو کار می نمود. فوزیه میترا در رژیم طالبان مانند هر زن دیگری در کشور کار را در رسانه ملی کشور جبران ترک می کند و در طول کارهای فرهنگی و رسانه‌ایش حایز جوایز و تقدیرنامه‌های زیادی از سوی مراکز مختلف فرهنگی شده است.
بانو میترا 12 سال است با خانوادهش در هلند زندگی میکند. خب آل رویا جان اشاره میکنند که مهمان عزیز ما روی خط هستند. فازیه جان میترا سلام، خوش آمدید به برنامه. سلام لیلما جان، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و رویا جان و تمام دستاندرکارای برنامه گنج شایگان و تمام دوستای عزیز و هموطنای عزیزم که صدای مرا میشنون و با ما هستن. عرض سلام و ادب دارم و خوشحال هستم که میمان برنامه شما شدیم. ممنون از دعوتتان و تشکر از پذیراییتان. خواهش میکنم، ما اصلا افتخار از ماست که شما دعوت ما را پذیرفتین. یک جان تشکر میکنم. خب فازیه جان، برزی که وقت ضایع نشده باشه، اگر اجازهتان باشه مستقیم میریم روی پرسش ها. چی فکر میکنین؟ روی پرسش ها میگن من شما پرسش میکنم یا شما من پرسش میکنم؟ قرار به همی است که من باید پرسش ها را آغاز بکنم و شما جواب بگوین. شنونده های عزیز ما انتظار دارن از شما بشنوند. خواهش میکنم، معبد داری بفرمایید. در کدام سال کار را به رادیو تلویزیون ملی آغاز کردین؟ دقیقا کدام سال بود؟ یا شمولیت شما با آزمایش هم را بود و یا در آن معیارهای عمده بر پذیرش در کار گویندگی در نظر گرفته می شد یا خیر؟ تشکر می کنم. من کار در سال به حساب خود ما هجده شمسی در سال 1357 شروع کردیم و ما خود از برنامه های تلویزیونی شروع کردیم. او وقتی بود که من بسیار نوجوان بودم و شاگرد مکتبم بودم. درست. و هم مکتب می رفتم، درس می خواندم و هم برنامه ها را می خواندم. و میار برای پذیرش گویندگی همو صدای خوب، سواد داده، ادای درست و فصیح کلمات، گیرای صدا، موج تون صدا. و در تلویزیون هم یک مقدار چهره مقبول ده. بله، شما ماشاءالله هر دو برخوردار بودین و هستین. و خب آزمایش را هم گذشتاندین لیلما جان؟ بله. آزمایشی که آزمایش های را گذشتاندین. بله. در اونجا چون قسم شما نانس کردین تلویزیون یک پدیدی نو بود. بله. و چون از طریق رادیو تلویزیون اعلان کردن، بسیاری از خانواده حاضر نمیشدن، دخترشان مخصوصا دختر خانما برن به کار تلویزیون. بنان اداره ریاست تلویزیون با مکاتب در تماس شدن و از مکاتب کمک خواستن و اول مکاتب دخترای با سواد انتخاب میکرد، بعد هیئت تلویزیون میامد از بین ازی انتخاب شده ها انتخاب میکردن و بعد از او میرفتن و کسایی که انتخاب شده بودن چندین امتحان هم میگذشتندن که من هم یکی از جمله هستم که چندین امتحان گذشتندی. میشه یکی از آزمایش هایی را که سپری کردین طرزش برای شنونده های عزیز ما تشریح کنین؟ مثلا چی گونه بود ای آزمایش؟ آزمایش خود دقیقا اول اینا سر سواد حساب میکردن که سواد کافی مثلا جوان که میرفت تازه زنان خیلی شروع میکرد و انتان میداد سواد لازم میداشت، آواز مقبول میداشت و همه بود که یک متن برش میدادن که متن بخونه و از اون یک خواندن یک متن مثلا کمره سرش عیار بود برای تصویرش، برای امتحان از تصویرش که تصویر شاید فوتوژنیک هست می گرفتن و یه گروپ که آواز، حیاتی که آواز کار داشت آواز کنترل میکردن، حیاتی که سواد چی میکردن تعیین میکردن که سواد لازم بر گویندگی داره. بله. اونا اون بخش بودن. خب خلاصه از چندین امتحان که من خودم تقریبا از حدودی که مثلا شما تالار مرکزی رادیو افغانستان ایده بودید. بله. وقتی که من بر امتحان اونجا مراجعه کردم تالار پر از جوان ها، دختر خانم ها و بچه ها بودن. بله. و از تمام از اونا فقط اینا 20 نفر گرفتن، 20 نفر که یکی هم خوشبختانه ما بودم از داره. بسیار خوب. خب لین وزن پرسید بود که باز وقتی که کسایی که انتخابم شده بودن برای اونا کورسای دایر شد، مثلا بر ما کورسای دایر شد. خب ما کورسا رو پیش بردیم که از طرف امی کورس از طرف رادیو تلویزیون دایر شد که استادای بسیار محترم و مجرب مثل شفیق جان حبیبی، ابراهیم خیل صاحب، دکتر صاحب اسدالله حبیب، دکتر صاحب اکرم عثمان که ما از امی آدرس برشان سلام میفرستم.
و همچنان خدا ببخششون دکتر سیف جاوید، بوهان رحیم الهام، اینا کسایی بودن که بر ما می آموختندن. و اصلا اداره نطاقا خودش یک آموزشگاه بود، کار هم از زیر کنترل بود. غیر از اینکه قبل از نشر ما یک اداره به نام پروگرام ها داشتیم، بعد از نشر ما یک اداره به نام مراقبت های بعد از نشر داشتیم که هر کلمه، جمله، نام، ارقام و همه را اونا یادداشت میکنن و بعد از ضمن مکتوبی هم به اداره نطاق روان میکنن که مثلا این نطاق این ارقام غلط خواند یا این نام را غلط خواند. و اگر جزی میبود خیلی توصیه میشد و اگر جدی فایش میبود حتی تا سرحد کسر ماش و قید صدا و حتی قید چهره هم منجر میشد. بله، خب گیریم که یک نطاق با صفاتی که شما مشخص ساختین موفق میشه تا کرسی نطاقی یا گویندگی را احراز بکنه. به نظر شما تا چی حد باید مطالعه هم بکنه و به کدام علوم و فنون دیگه هم تشبث کنه؟ لیلا مجان، مطالعه و فنون پایان آخر نداره. بله. تا چشم کار میکنه باید خواند و فهمید بر هر کسی. ولی بر نطاق کار بسیار ضرور است. کار نطاق پیام رساندن است و وسیلیش هم زبان و گفتار. باید زبانی را که صحبت میکنه با اون مسلط باشه و با بیان و واژه هایی را که سر و کار داره با خوبی و امانتداری ارائه کنه. به این صورت میتونه که باید به این صورت نیاز داره به مطالعه. نیاز داره به مطالعه زبان، تاریخ و هر آنچی که سر و کار داره، چون گوینده یا نطاق با همه چی سر و کار داره، با تاریخ، با جغرافیا، با ادبیات، با علوم و فنون دیگر، با سیاست، با همه چیز دیگر. بر مطالعه فنون دیگر بس که میکنم که از گهواره تا گردون دودن است. بله واقعا. خب فوزه جان عزیز، آیا زمانی که اولین بار پشت میکروفون قرار گرفتین بروی پرده تلویزیون گویندگی کردین، آیا برتان دشوار نبود که وارد یک محیط ناشناخته شدین و با این همه مخاطب روبرو بودین، همه مردم؟ حالا بود چطور نبود؟ چه احساس داشتین در اون لحظات؟ احساس مشکل خود هر صورتش مشکل بود. احساس را که ما امول لحظه داشتم، من فکر میکردم که یکی خود احساس داشتم که من فکر میکردم که من به آرزوی خود رسیدیم. بله، من امی آرزوی مست به آرزوی خود رسیدیم. اما وقتی که پشت میکروفون من قرار گرفتم و من چون کار خود از تلویزیون شروع کردیم و پشت کمده تلویزیون قرار گرفتم، ما اتفاق فکر کردم که امون لحظه که ما به آرزوی خود رسیدم و امی نقطه آخر است. اما وقتی که در کار شروع کردم دیدم که نه، اوتر نیست. این بسیار ریاضت کار داره، این بسیار زحمت کار داره، این بسیار مطالعه کار داره، فهمیدن و تلاش کار داره. و امون بود که ما هم چون امی آرزوی ما بود بالاخره خواستم، یعنی احساس خوشی بیشتر داشته نسبت به اینکه احساس خوشی. امو نظر باور میکنین که یک نوع یکی خود یک احساس ترس آدم میگیره. بله. خودم میکروفون و امی کمره یک ترس دلخوره داره. و من هم خالی از اون نبودم دیگه، ترس هم خوشی و هم دیگه پاداشت. وقتی که در پشت میکروفون رادیو یا پیش روی کامری تلویزیون قرار میگیرین، آیا در یک محفل گویندگی میکنین، چی تصور از مخاطبان خود دارین؟ آیا آنها را به تعداد میلیونی میبینین یا ای که احساس میکنین کسی نیست جز خود شما که صدایتان را بشنوه؟ نه، خود من دیگه جایی که صدای ما شنونده نداشته باشه من حرف نمیزنم. شنونده های من همیشه بر من عزیز هستن، همیشه گران قدر هستن. امینا هستن که از ما یک شخصیت ساختن، امینا هستن که اونها رو قدر میکنن، کار ما رو قدر میکنن. از فرد فردشان خاطرات خوش و شیرین
تسلیم دارم از فرفر همه تمه ما. من هیچ وقت فراموششان نمی کنم. امیالی هم وقتی که یک اخبار به دست می آیه یا کتاب را می گیرم می خوانم، احساس می کنم کالی هم پشت میکروفون رادیو هستم، آلی هم شنونده دارم، آلی هم صدای من سکوت نکده، آلی هم گوش شنوایی هست که می شنویش، انور هم احساس دارم. خب ما این پرسش به خاطر طرح کردم فوزی جان گل که شما خودتان می فهمین در زمانی که کورس های برای آمادگی گوینده ها، برای آمادگی بیشتر گویندگان در رادیو تلویزیون دایر می شد، اکثر اوقات برای کسایی که دلهوره بیشتر می داشتن برای اونا توصیه می کردن که احساس نکنین کسی در مقابل شما قرار داره، اصلا صدایتان نمیشنوه، خودتان با تمام احساس خود باید متن بخونین یا خبر یا هر مضمونی که به دستتان است و باید بخونین، به خصوص با کسایی که گویندگی در محضر مردم یا در یک کنفرانس اجرا میکردن. خب بسیار خوب، آیا شما در شرایط قرار گرفتین تا کنون که ناخواسته حرف بزنین و یا حرف بزنین که با او باور نداشته باشین؟ اگر چنین شده چگونه با آن برخورد کردین و با مسئله کنار آمدین؟ ولی خب اصولا مسلک نطاقی رساندن پیام برای شنوندگانش هست و نطاق خوبم کسیست که بتانه همی پیام مطابق موضوعی که داره برای شنوندهش برسانه تا بتانه توجه اونا را به فهماندن پیام متن جلب کنه. ما در یک دستگاه تلویزیون دولتی کار میکردیم. بله. تلویزیون آزاد نبود. بله. فقط یک تا بود. بله. ناگذیر بودیم مطالب را که موافق هستیم یا نیستیم او را بخوانیم. این رادیو تلویزیون بود که ما باید مطابق سیاست ایدئولوژی دولت نشرات می داشت یا نشرات می کردیم. درست. امی اخبار مهم شهر، تبصره ها را که می خواندیم، راپورتاژ ها را که نظر خاص دولت انعکاس می داد. بله. و ما یا ما نطاق رسمی اداره نطاق بودم. بله. باید می خواندم دیگه، نظر شخصی خودم در اونجا دخیل نبود. بله واقعا. ولی بقیه برنامه ها آزاد گپ دیگه بود. ولی اصولا در مسلک یا مسلک یا کار نطاقی دخالت احساسات اجازه نیست. خب نطاق اجازه نداره احساس خود در خبر یا در متنی که میخونه دخیل بسازه. خب ولی ما هم نطاق انسان از قلب از یک سنگ نداره. اونم وقتی که یقیناً خبر یک بمب را، یک کشتار را، یک عذاب را میخوندیم، یقیناً خودمون عذاب میکشیدیم. بله واقعا امکان نداشت دیگه. درست. بسیار دقیق فرمودید. خب فازی جانکل، بهترین خاطره تان از زمان کار در رادیو تلویزیون ملی را بیان کنید و تلخترین روز دوران وظیفه تان من حیث گوینده و نطاق برجسته رادیو تلویزیون ملی کدام بود؟ زندگی دیلما جان پر از خاطره هاست. بله. کار با مطبوعات مخصوصا پر از خاطرات خوب و ناخوب. بله. و همچنان بعضا خیلی خیلی هم جالب است. ما هم که مثل دیگه مردم با خاطرات گذشته و امیدآینده زندگی میکنیم. بله. چون من ناوقتر از افغانستان برآمدیم، خاطرات زیاده از او کشور دارم، از کوچه کوچیش، از لحظه لحظیش. بله. از خانه خانه. ولی او بپاره میگذاریم و ما میخواییم که خاطرات دوران کار خدا مرتن بازگو کنم. خاطرات دوران کار ما هم قسم بوده که در دوران مکتب علاقه زیاده و گویندگی داشتم و همیشه آرزوی این بود که یک روز گویندی رادیو باشم و صدای خودم بشنوم. بله. و همین که یک روز خودم پشت کلی تلویزیون میکروفون رادیو دیدم، احساس کردم که بهترین خاطره زندگی تا بهترین خاطره زندگی. بله. و وقتی که متوجه شدم که و بهترین خاطره زندگی من وقتی شد که من احساس کردم که مردم مرا پذیرفت. بله. و اون وقت من با آرزوی خود رسیدم و این بهترین خاطره است بر من. وقتی پشت میکروفون رادیو قرار گرفتم و که گفتم که اینجا کابل است، رادیوی افغانستان. و خودم با یک افتخار معرفی کردم. اونجا بود که بهترین خاطره زندگی من ایجاد شد. و بدترین خاطره هم بدترین خاطره هم خاطرات بدم هست که
آخرین سالیس خبری در وقت آمدن شب طالبان خواندم و اخبار اشت نیمه شب که نیمه گذاشتم چون برکتور اخبار اتفاق نموشه میدرام بود. وقتی که ایر اخبار پایان در نیمه پایان اخبار گفتم و پایان اخبار از رادیو افغانستان کابل. لیلما جان، همه دار و ندار سالهای زحمتم رفت که رفت و یادش همیشه اذیت میکنه و این بدترین خاطره زندگی است. درست. خب با احساس و روح لطیفه که داره ای فوزیه جان، دیپلماتور ورزیده هستن، دل ما میخواه که یکی از دیپلماهای دیگه شما رو بشنویم. حتما شنوندگان عزیز ما هم با ما هم نوا هستن. میریم به سراغ یکی از دیپلماهایتان، باز برمیگردیم به پرسش ها. وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست، وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست، عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست. ناگهان دریا تو را دیدم، حواسم پرت شد. ناگهان دریا تو را دیدم، حواسم پرت شد. کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست. در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید. های صدا در کوه، های من عاشقت هستم شکست. بعد تو آینه های شیر سنگم میزنن، دل به هر آینه، هر آینه بستم شکست. عشق زانو زد، غرور گام هایم خورد شد. قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست. وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چی شد. وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چی شد. پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست. وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چی شد. پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست. شنونده های عزیز، شما با برنامه گنج شایگان هستید که از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا پخش می شود. مهمان برنامه امشب ما بانو فوزیه میترا، نطاق ورزیده و گوینده خوش صدا و خوش سیمای رادیو تلویزیون افغانستان، تلویزیون ملی هستند. فوزیه جان عزیز، زمانی که رژیم طالبان آمد و شبکه فکر میکردین دیگه گویندگی نخواد بکنین، چی احساس داشتین؟ آیا فکر میکنین که باز فرصت میسر شوه و شما و سایر همکاران شما به نطاقی و گویندگیتان ادامه بتین؟ والا همون لحظه خود نی. ولی بعدا چرا وقت امیدواری های پیش آمد آرزوی زیره داریم که باز هم چنین چیزی برای ما پیش بیه. چنانچی من در سال 2013 افغانستان رفتم، رادیو رفتم، استادیو ها رفتم، برنامه ها ثبت کردم، اونجا هم گفتگوهایی داشتن، لطف کردن، بسیار دوستا همکارا استقبال کردن، چی همکارای سابقه و چی جوانایی که تازه کار بودن، همکارای جدید دفتر نطاقا. به یاد گذشته رفتیم، یک روزم رای همکارای خوب گذشتندم، رادیو را نزدیک دیدم و واقعا بسیار یک چیزی بود و همونجا شکر گذاری کردم که ببینین، خدا رو شکر که باز هم پشت میکروفون رادیو قرار گرفتم. و شما باور کنید لیلما جان، اونمو جان در داخل دفتر نطاقا که وقت من تشته بودم، هر پردیسر که میامد مبنو خواهد شوریم همه من میگم بیا فازی جانم مبنو خواهد.
بسیار برام جالب شدین بود. خاطرهای گذشته تازه شد. بله. راجع به فعالیت‌هایتان در بیرون مرزی کمی صحبت بکنین و ای که چگونه دکلما و خوانش شعر آغاز کردین؟ چی زمانه؟ تشکر میکنم لیلما جان. من رسماً کار ژورنالیستیکی ندارم در هالند، به خاطر از اینکه شما میفهمید که برای یکی از شرایط عمدی کار ژورنالیستیکی فهمیدن زبان به صورت پرفکت و دقیق شد که زمان آلا می شوند بسیار مشکل هم هست و غیر در داخل خود آلا در هیچ جایی که به اصطلاح چلش هم نداره و یاد گرفتنش هم مشکل هست. خب به هر صورت اما قدر میشه که ما مشکلات حل میکنیم، ولی که کار ژورنالیستیکی را من با این زبان شروع کنم اون نیست. مگر در مجامع فرهنگی خود ما، چرا من عضو از انجمن ها و گروپ های هنری و فرهنگی افغان های خود ما در هالند هستم و حتی در کشور آلمان هم یا دنمارک هم کشورهای اروپایی دعوت میکنن و میخواییم بروم و بعضا هم رفتیم. بسیار عالی. و اینجا هم در سال 2014 یک جایزه، یک ایوارد گونه، یک جایزه برمه دادن، یک ایوارد به عنوان بهترین ژورنالیست فعال بیرون مرزی. بله. چنان لوحه تقدیر و سپاسنامه و تحسین نامه های زیادی، یعنی از داخل افغانستان که من فعلا در بیرون افغانستان از این جوایز و از این چیزا زیادتر دارم که من ازشان تشکر میکنم. بسیار خوب، موفق باشین، تبریک میگیم برای شما و همیشه موفقیت هایتان آرزو داریم. چرا دکلمه هایی که در دوران کار در رادیو تلویزیون ملی افغانستان صورت میگرفت با دکلمه های کنونی متفاوت است؟ مشخص در مورد کار خودم میپرسیم؟ بله بله، دکلمه های که در دوران رادیو بله. میکردن. لیلما جان، در دوران کار رادیو چون من نطاق رسمی دفتر نطاق بودم، بله، در اونجا مثل من همکارای دیگه من هر کسی که وارد از او دفتر میشد، بله، هر کس باید هر چیز را میخوند. این تو نبود که کی چی را بخونه، اونجا کی چی نمیگفت که کی چی بخونه، بلکه همه باید همه چی را بخونه. بله. بنان ما هم شعر میخوندیم، اما اخبار مهم شهر میخوندیم، تفسیرهای سیاسی، برنامه های نظامی، راپورتاژها، برنامه خانوادگی، بله، و همه برنامه را میخوندیم. در پولیش برنامه فرهنگی و ادبی و هنری شیری میخوندیم. ولی تفاوت دکلمه ما تا قبل از اینکه یعنی بشه دیگه بیایی میترند داخل افغانستان و حال فرقشیست که اونجا ما در پولی از او مثلا هوشعواز هم طرف کارهای دیگه هم بود که باید دیگرارم بهتر انجام بده. ولی اینجا دیگه کار ندارم، دیگه هیچ نه خبر ندارم، نه برنامه دارم، فقط دکلمه هم نمیتونم نامش رو بگویم برای اینکه مجرات زیر نمیکنم که نام خود دکلمه رو خواهش میکنم، خواهش میکنم، نیستم، فقط که شعر دوست دارم بخوانم، سروداره، امو احساس بسیار شیرین و به اصطلاح شیرین خوشایند شاعر برای شنونده شعر برسانم، اینی اما بر خود بسیار ازش احساس خوشحالی و خوشی میکنم. بله. بتانم توسط یک خوانش یک شعر در ذهن شنونده ایجاد معنی کنم، این برام بسیار خوشی است که از دنیای من بودن خود کنده شود و به یک جوهر تبدیل شود، این برام بسیار بسیار ارزش داره. واقعا شما بسیار زیبا دکلمه میکنین و هر بیت تمثیل میکنین و واقعا بدل احساس شنونده مینشینه و بسیار خوشنواس. در مورد دکلمه صحبت کردیم، حال نمیخوایم که وقت از دست بتیم، یک دکلمه دیگه هم از شما داریم که هدیه کردین به برنامه که از شما سپاسگزار هستیم. فال نیک میگیریم از حافظ شیراز که شما دکلمه کردین و ایره از رویا جان عزیز خواهش میکنیم تا به دست نشر و پخش بسپارن. در این دقایق باز با شما خواهد بودیم و لحظات را با دکلمه شماست. تشکر. درد عشقی کشیده هم که من پرس، درد عشقی کشیده هم که من پرس، زهر هجری چشیده هم
که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار، دلبر برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش، آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیده ام که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چی میگزی که مگویی، سوی من لب چی میگزی که مگویی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنجهای کشیدم که مپرس. زهر هجری چشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، همچو حافظ غریب در ره عشق به مقام رسیدم که مپرس. برنامه هایی که شما پیشکش می کردین و در آن نقش داشتین مختلف بوده، از اعلانات تجارتی گرفته تا دکلمه شعر و خبرهای ساعت مختلف، مسابقات ذهنی. از جمع این همه برنامه ها کدام یک بیشتر دوست داشتین که در آن نقش ایفا کنین؟ برنامه هایی که من می خوندم معمولا همه برنامه بود، ولی من خودم برنامه آرام ادبی و تفریحی و برنامه بسلا در مورد برنامه سیاسی اینا قدر زیاد علاقمندی نداشتم. زیادتر برنامه تفریحی را میخوندم، برنامه که روی استیج اجرا میشد زیادتر لبوسه هم میگرفتم. و اصلا نمی خود تون آواز ما و صدای ما تونش آرام است، با متون آرام به اصطلاح راحت تر احساس و خود راحت تر احساس میکنم. و امید دیگه زیادتر برنامه تفریحی و هنری و ادبی و شیری. بسیار خوب. آیا کارهایی روی دست دارین که بخواین روی اون معلومات را کنین بر شنوندای عزیز ما؟ تشکر میکنم. بله، من کارهای دارم و رحم نظر و تقاضای ایده زیاده از دوستا که راستی واقعا تشویق میکنن و از همکاری ایده زیاده از فرهنگی ها و دوستم برادر بزرگوار جناب میلاد شریف را تشکر میکنم که واقعا زحمت کشیدن و کمک کردن در ساختن و آماده ساختن این کلیپای ما و ما تشویق کردن. ما واقعا به فکر ازی نبودم که یعنی برای مثلا فیسبوک. برنامه ما رو و ختم است، ناگزیر هستیم با معذرت که با شما باید خداحافظی بکنیم. یک جهان تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین. همیشه موفق و شادمان باشین. محبت دارید. تشکر. تشکر.